به نام خدا سلام. در مبحث دیگه ای از مجموع آموزشی ویندویجی در یوزر مود، امروز به مبحث بریکپوینت ها میپردازیم که شامل مفاهیمی مثل لیست کردن و گرفتن آخرین وضعیت بریکپوینت ها، ست کردن و کلیر کردنشون و فعال کردن و غیر فعال کردن اونهاست. به عنوان دستور اول دستور BL رو معرفی میکنیم که لیستی از بریکپوینت های پروسس ما و آخرین وضعیتشون رو به ما نشون میده. در صورت BP, BU و BM در واقع میشه گفتش که بریکپوینت ها با شما ست میکنن. اگه شما آدرس خاصی مد نظرتون باشه یا یه سیمبل خاصی مد نظرتون باشه که هنوز توسط ویندویجی پریویو لود نشده، یا حتی اگه یه پترن خاصی هم از سیمبل ها مد نظرتون باشه، میتونید با استفاده از این سه تا دستور بریکپوینت خودتون رو ست کنید. دستور بعدی BC به منظور کلیر کردن بریکپوینت ها و کلا پاک کردنشونه. BE به منظور اینیبل کردن بریکپوینت هایی است که با دستور BD ما اونا رو فعلا غیر فعالش کردیم. و دستور آخر هم دستور BA یا بریک آن اکسس هست. اکسس میتونه دید رایت یا اکزیکیوت باشه. منظور از اکسس اینه. دستور BA این امکانه به شما میده که به ویندویج پریویو بگین که مثلا تو آدرس فلان، حالا آدرس ایکس، اگه رو 1 بایت، 2 بایت یا 4 بایتش یه اکسسی از نوع رید، رایت یا اکزیکیوت اتفاق افتاد، اونجا واسه من بریک کن. در ادامه دمایی با هم دیگه میبینیم. خب تو این دمو میخواییم روی این تیکه کد با هم دیگه کار کنیم که تو تابل مینمون یه متغیر آ داریم که مقداری اولش رو 10 انجام دادیم، یه تابل کاستومایز سام داریم که دو تا ورودی میگیره، یه یکی از ورودیاش کال بای رفرنس و یکی دیگرش هم کال بای ولیو که ما آ رو به عنوان رفرنس کال بای به عنوان رفرنس و سم مقدارش رو بهش پاس دادیم و ریزالتش هم واسه ما چاپ میکنه و خود کاستومایز سام هم چک میکنه که اگه عدد آن زوج باشه یک واحد بهش اضافه میکنه و اگه نباشه که همینطور با مستقیم با بی جمعش میکنه و به عنوان خروجی به ما برش میگردونه. خب من اگه برنامه رو اجرا کنم طبیعتاً ورودی 10 که بهش پاس میدیم چون زوجه باید بهش اضافه میکنه با 3 جمعش میکنه و 14 با عنوان خروجی واسه ما نمایش میده. حالا بخوایم از لحاظ بریک پوینتین نرم افزارمون رو یه تحلیلی ازش داشته باشیم. اولین دستور BL بود. چون اگه دستور BL رو وارد کنم چیزی طبیعتاً به ما نشون نمیده چون هیچ بریک پوینتی فعلا نداره. ولی اگه بزنم BP کرنل CO2 مثلا create W، اگه دوباره دستور BL رو بزنم به هم نشون میده که یه بیکن داریم که آیدیش رو گذاشته 0، یعنی آیدی 0 ارتباط ما هست با WinDBG، یعنی اگه بهش بگیم 0 متوجه میشه این بیکن مد نظرمونه که فعلا اینیبل، میتونیم دیسیبلش کنیم، میتونیم کلیرش کنیم، آدرسش اینجاست و خودش هم سیمبلش اینجا نوشته. من اگه بخوام بگم که BP کرنل CO2 همه دستوراتی که با مم شروع میشه نمیتونه این کار رو واسه انجام بده چون قابلیت پترن نداره. من باید بزنم BM کرنل CO2 بنگ مم استار که اگه نگاه کنیم کل توابعی از کرنل CO2 که با مم شروع میشه مثل مموری کامپر، مموری ست، مموری مو و مموری کپی رو واسه ما اینجا بریکپوینت گذاشته. من یه دستور BL دوباره میگیرم که اینجا این 4 مورد لیست قبلیمون اضافه شد. دستور بعدیمون مثلا میخوام باهاش کار کنم، میتونم مستقیما از اینجا بیام یکی از این بریکپوینت ها دیسیبل کنم، یعنی با کلیک کردن رو این که اگر زیرش رو هاورش ببینیم نمیشه BD0. من اگه BD0 رو وارد کنم و دوباره BL بگیرم حالتش دیسیبل شده، شما میتونیم فعالش کنیم دوباره. یا اگه بخوام حالا
فعالش کنم بی ای سف می نویسم و دوره بی ال می گیرم که یعنی که داخل خود حالت اولیه برگشته. حالا میخوام اگه پاکش کنم نیستم بی سی سفر دوره بی ال می گیرم. تو حالت قبلی ما این بیکونت رو داشتیم ولی اینجا می بینیم که تو لیست جدید نداریم، ولی خب ما دیگه به ایشون از این بیکونت رو نیاز نداریم. من میذارم بی سی استار که همه شو واسه ما پاکش کنم و بی ال. کامند بعدی بی یو بوده که روی سیمبل خاصی که هنوز لود نشده توسط وین دی بی جی شما میتونید به یک کامند ست کنید. مثلا من اینجا یه تابعی دارم به نام تابع کاستومایز سام، یا اصلا تابع مین خود همین ماژول وین دی بی جی به یک کامند ست. من اینجا میسنم بی یو، حالا ببینید چکش کنیم که ببینید که به مشکل میخوریم یا نه. بی پی می نویسم وین دی بی جی بعد مثلا می اینه که بزنم میگه که همچین در واقع چون همچین سیمبلی لود نشده من نمیشناسم که نمیدونم بعد کجا بیکون رو ست کنم. میگیم که هر وقت لود شد، این که هر وقت لود شد از دستور بیو استفاده میکنم. بیو میزنم دوباره بیل میگیرم میبینم که اولش که به خاطر اون بی پی اون بود که اینجا خودش فکرم به صورت اتوماتیک واسه ما زد، دومیش هم که خودمون اضافه کرده اینجا. اگه من حالا جی رو دستور گو رو بزنم من دوباره بیس کلیرش میکنم بعد یه بی ال میگیرم این کامند رو دوباره میزنم. ما یه جایی که اشتباه نوشیم سیمبل رو درست وارد نکردیم. اینجا درستش وین دی بی جی بود ما وین دی ان جی نوشتیم. خب بیو میزنم حتی خب برنامه که فعلا اجرا شده یه ساتش میکنم از اینجا یه بیل میگیرم میبینم که دستور ست شده و میزنم یا از همین بالا کد میزنم. میبینیم که رو به در واقع رو تابع مین ما اینجا متوقف شده و میگه که به اکانت صفرمون کنگ به اکانت اینجاست هیچ شده. خب من حالا بخوام روی این تابه متوقف بشم میزنم دوباره همون دستور بی یو این دی بی جی به اکانت دفعه شما ننوشته باشیم کاستومایز سام و جی رو اگه بزنم دوباره یا میتونم جی رو بزنم یا از بالا مستقیما گو رو بزنم. این حالا دستور جی رو ما تو قسمت استپینگ و تریسینگ انشالله بهش میپردازیم. میبینیم که روی تابع کاستومایز ساممون متوقف شد. خب من الان میخوام بیک پوینت بیک آن اکسس رو توضیح بدم. قبلش نیاز داره که با دوتا دستور آشنا بشیم. یه دستور آر هست که محتوای ریجسترامون رو به ما نشون میده، مثلا ریجستر یا ایکس بی ایکس سی ایکس بی ایکس، و یه دستور دیگه هم دستور دی دی هست. قبل از اینکه دستور دی دی هست، دستور دی دی شما میتونید با استفاده از یه آدرس که جلوش مینویسین محتوای اون حافظه رو نگاه کنید. مثلا میخوام محتوای استک رو نگاه کنم که داخلش چه مواردی وجود داره. اینجا محتوای استک به ما نشون میده. ESP مون اگر تو ریجستر بتونم پیداش کنم اینجاست. اگر مثلا DD ESP یا DD این آدرس تفاوت خاصی نمیکنه و این محتوا رو هم نشون میده، میگه تو خونه های حافظه اینجا این موارد رایت شده. و مبحث دیگه هم که میخوام بهش بپردازم بحث کالینگ کانونشن هاست که خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. کسایی که حالا مهندسی مکروس انجام میدن بهتر متوجه میشن که منظورم چیه. من میتونید در موردش یه سرچی بزنید که یه سری داکیومنت خیلی خوبی هم در موردش نوشته شده. شما اگه یه تابع یا فراخونی کنین به صورت خیلی مختصر بگم کاری که انجام میشه این که متغیراتون از راست در آرگومنتاتون از راست به چپ پوش میشن داخل استک، یعنی اول سه بعد آ، بعدم تابعتون فراخونی میشه. حالا یه سری اتفاقات میفته، مثلا فریمتون ذخیره میشه یا بیستون در واقع میشه گفت فریمتون ذخیره میشه تو استک
و حالا یه سه اتفاق دیگه مثلا حادثه برگشت در فیلم میشه و یه سه موارد دیگه. من حالا متناسب با این اگه بخوام اینجا بررسی کنم، اینجا بالای استکه و دروش گفت بالای استکه ولی پایین حافظه، و چیزی هم که داخلش داره ذخیره میشه این که اول ما متقاعد سه رو ذخیره کرد، بعد چون کال بای رفرنس بود آدرس حافظه ها رو ذخیره کرد و آدرس برگشت اون که اینجا هست. من اگه بخوام بازم مطمئن بشم از این حافظه دیدی میگیرم که ببینم که محتواش آیا واقعا ده هست یا نه. خب نگاه که میکنیم این که واقعا مقدارش رو مقدار صفر آوارد کرده که دسیمالش میشه ده. من میخوام حالا با استفاده از دستور BA یا Break on Access یه Break on Set کنم و بگم که هر وقت به محتوای A دسترسی پیدا کرد اونجا Break کنه واسه ما. میستم پس BA Read از نوع از نوع Access از نوع Read و 4 بایت و آدرسشو میستم. اینجا هم آدرس ما بود، آدرس متغیر A، ثبتش میکنم، گو رو میزنم و میگه به اکانت شما هیچ شده، به اکانت شماره 2 که ما تازه اضافه کردیم. اگه هم نگاه کنی میبینی که اینجا محتوای E6 داره با مقدار 1 اند میشه، محتوای E6 هم مقدارش A هست. بخوام حالا یه خود این کامند حالا از آز رایت هم بررسی کنیم، اینو مینویسم و به جا R W میذارم، چون اینجا ما دو تا حالت دیگه هم داریم مثل نوشتنش. ثبتش میکنم. کامندی که دوباره یعنی برنامه که اجرا کنم میبینم که وقتی که میخواد تو محتوای EIX بنویسه EIX رو نگاه میکنه، یعنی که همون آدرسی بود که ما اینجا ستش کردیم. میخواد تو محتوای حافظه EIX بنویسه این مقدار رو، اینجا باعث میشه که برنامه‌مون بریک کنه.